خب حالا بریم سراغ متن انگلیسی. من این دوربینم هی میاد به سمت دستمال گردنم، حالا نمیدونم خودش میاد، ما میاریم، شما میاریم، در صورت اتوفوکوسش روی دستمال گردن بنده است. خب متن انگلیسی هم مثل همین ماجرا است. شما میتونید اینجا یه داپلیکیت بگیرید از این کلاستون و فقط آخرش نوشید انگلیسی، در اینجا خوش یک کپی میزنه. اومد اینجا یک کپی زد. من همین کلاس رو ویرایش میکنم، فونتش رو اریال میذارم و لنگویجش رو left right چپ راست. در این صورت کافیه که سلولایی که میخوام بهش اختصاص بدم و انتخاب کنم، این سلول و این سلول، نوع کلاس از نوع انگلیش، این انتخاب نشد. فقط اگر دقت کنید اشکالی که پیش اومده رنگ بک‌گراندی که من فراموش کردم تغییر بدم، کافیه برم کلاس رو عوض کنم دیگه خود به خود عوض میشه. درست شد. این دوتا هم با هم فرق دارن. خب در این صورت کلاس رو اصلا بدون رنگ پس زمینه میدیم و بر اساس سلولش رنگش رو تعیین میکنیم، یعنی به این صورت اصلا کلاسمون بک‌گراند نمیخواد. همین بک‌گراندی که شما قبلن در اینجا استفاده کردین توی سلول اختصاص دیر. خب موضوع جاستیفای، فرمت، پاراگراف، از میخوام الائن، جاستیفای، فرمت، الائن، جاستیفای، خودش اون فاصله ها برنامه‌ریزی میکنه. اگر نپسندیدید به خاطر اینه که ما موقع تایپ اسپیس بار رو استفاده نکردیم، در یک پاراگراف منطقی اسپیس بار بارها استفاده میشه و خود به خود متن در جاستیفای شکل قابل قبولی میگیره. بسیار اینم عنوان انگلیسی سیف کنیم.